نوروز و بهاران و شما با شادمانی. جشن نوروز از باشکوه ترین یادگارهای ایرانیان و ایرانی تباران و جشنهای بسیار کهن جهان از راه رسیده، الان در هشتمین روز اون هستیم، ضمن اینکه در ششمین روز زادروز آشوزرتشت آموزگار بزرگ رو داشتیم. زمستون با همه سردی و به هر حال سختی‌های گوناگون این کرونا و این مسائل از راه رفت و به بهار و نوروز رسیدیم. به هر حال این بیماری‌ها به ویژه کرونا و دیکتاتورهای سیاهی میرن، گل و گیاه و سبزه جان تازه‌ای می‌گیرن. جشن نوروز و امید به زندگی بهتر در شروع اورمزد و فروردین‌ماه با شکوه تمام آغاز شده. جشن نوروز به عنوان کهن‌ترین جشن تمدن بشری در تاجیکستان با مراسم بسیار اصیل و جالبی برگزار میشه. از جمله در اونجا یک کاخ واقعا با شکوه به نام کاخ نوروز برپا کردن که من سال گذشته که به دوشنبه رفته بودم واقعا در مقابل عظمت و زیبایی این کاخ نوروز شگفت زده شدم. انقدر زیبایی به کار رفته بود و به هر حال در مساحت خیلی بزرگ. اما این کاخ نوروز رو یه لحظه به حال خودش میگذاریم، به تاجیکستان میریم به دوشنبه و ببینیم در شهرهای تاجیکستان واقعا چی هست. از نظر ورزشی امسال مسابقات کشتی و اسب دوانی هم به این مراسم نوروزی اضافه شده که با جوایز نقدی و البته اتومبیل‌های شیک همراه بوده به قهرمانان میدن. خانم مهین دوران، شما روزنامه نگار هستید و در شهر دوشنبه هستید، خوش آمدید به این برنامه ما. نوروزتون پیروز با شادمانی. حالا چه میگویید درباره این جشن نوروز در دوشنبه؟ درود بر شما. بله، در واقع با این که در تمام جهان مردم گوشه‌گیر هستند، برای همسایه تاجیکستان هم در این وضع کرونا یک نوع در این جشن نوروز محدودیت ها ایجاد کردند برای تجلیل این جشن، اما در تاجیکستان با این وجود جشن همانو برپا شد و مردم به خیابان رفتند و لباس های زیبای ملی اطلس و چکن و جامه و تاقی، چون همیشه ترس از کرونا نداشتند، البته با رعایت فاصله اجتماعی و بیرون ها رفتند. امسال مکان برگزاری نوروز، چون سالهای قبل همون نوروزگاه یعنی میدان بزرگی که برای نوروز اختصاص داده شده در دوشنبه برگزار شد، نزد هندیش اسماعیل سامانی یک جسمه سبزه برف روشته شد، گذاشته شد که 30 متر طول دارد، بلندی دارد، و از سمت دیگر تندیس اسماعیل سامانی هم یک سفره بزرگ 7 سین و 7 چین پهن شده که در سالهای قبل اینچنین نبود. در سال گذشته این مجسمه یا سبزه سمنو در هر مناطق کشور و در هر گوشه شهر دوشنبه گذاشته شده بود، ولی این سال هم با طول 30 متر در نزد تندیس اسماعیل سامانی گذاشته شده و اینچنین درخت های شهر و بعضی از مناطق کشور هم با لباس های یعنی با متوی با پارچه اطلس و چکن آرو داده شدند، با اینکه مثلا در بهار طبیعت زیبا می شود، گل ها می شکفند، درختان گل می کنند، زن ها و مرد ها با لباس های زیبای ملی تماشای جشن نوروز می روند، ولی بازم امسال درختان رو هم با پارچه های ملی آرو دادند و این از تفاوت های امسال نوروز از سال های قبلی بود. اینچنین در میدان نوروز مسابقه اسب دوانی شد، مسابقه گشتی گیری شد، برایشان جایزه هم تعیین کردن، مثلا جایزه پولی، جایزه خودروها، مثلا قهرمانان این بازی ها صاحب خودروها شدند. در پارک های گوناگون هم برنامه های موسیقی برگزار شدند که برای مردم، برای فراغت مردم اجرا شدند. سپاس خانم مهین دوران، روزنامه نگار در شهر دوشنبه. نوروز شما و خانواده هم با پیروزی و
شادمانی، سال جدید، امیدوارم سال رسیدن با آرزوهای خوبتون باشه. اما هلهله در سیرجان تیتر صفحه یک همشهری ورزشی بود از قهرمانی تیم فوتبال دختران سیرجان که با غلبه بر سپاهان به اعتبار 3 سالی تیم بم پایان دادن. شاد باش به سیرجانی ها، زنان فوتبال این شهر که با قهرمانی در لیگ فوتبال ایران نام این شهر رو پرآوازه کردن. نوروزتون پیروز. اما خبری که باز در رابطه با فوتبال زنا هست این که از سال آینده، از فصل آینده، لیگ فوتبال اسپانیا، لیگ زنان فوتبال اسپانیا کاملا حرفه‌ای خواهد شد، همونطور که در فرانسه هست، همونطور که در آلمان هست و در انگلیس هست. به هر حال در آمریکا بهترین تیم حرفه‌ای، لیگ حرفه‌ای فوتبال زنان هست، چون به هر حال یکی از تیم‌های بسیار پرقدرت که در آخرین قهرمانی جهان هم قهرمان جهان شدن. زنان آمریکا خواستار این شدن که حقوق و مزایای اونها با حقوق و مزایای به هر حال تیم مردانشون یکی بشه و این به هر حال نشون دهنده برابری جنسیتی در ورزش و خبر خوبیه. و پیام قدرتمند تیم ملی نروژ درباره نقض حقوق بشر، در حالی که رقابت‌های قاره اروپا برای انتخاب در جام جهانی 2022 در قطر آغاز شده، فدراسیون فوتبال نروژ کار قشنگی کرد و بازیکنانش در مقابل در اولین مسابقه خودشون در مقابل جبل طارق با پیراهن‌هایی به زمین اومدن که روی اون نوشته بود حقوق بشر در بیرون و در داخل فوتبال. البته فیفا هم استقبال کرده و از این مسئله گفته که میتونن هر کسی، البته بر اساس قوانین فوتبال، استفاده از چیزهایی که از شعارهایی که به حال جزء چیزهای فوتبال نیست یا مثلا ورزش نیست ممنوعه، ولی فیفا گفته این نشون دهنده اینه که فوتبال چقدر محبوب بین مردم و این کار تیم ملی نروژ رو تحسین کرده و این کاری است که باید بازیکنان تیم فوتبال های ایران، باشگاه ها و تیم ملی هم به جوری یاد بگیرن. میدونیم که در سال گذشته یک قهرمان رو متاسفانه کشتن و گفتن اعدام کردن، نبیده افکاری و نیمازم، و کسانی که در اون اعتراضات کشته شدن. همه اینها جا داشت که تیم‌های فوتبال ایران هم به نوعی واکنش نشون میدادن. خانم جیمی چادویک، زن ماجراجوی 22 ساله، میخواد با تیم ویلیامز در رقابت‌های فرمول 1 شرکت بکنه. واقعا این یه خبر خوبه برای ورزشکاران زن که این خانم که در 17 سالگی قهرمان مسابقه های 24 ساعته سیلورستون شد، از حالا پیشبینی میشه که خانم چادویک آینده فرمول 1، یعنی مسابقه که بین سریع‌ترین اتومبیل‌های تک نفره انجام میشه و میدونید که کارخونه‌های اتومبیل سازی آخرین پیشرفت‌های تکنیکیشون رو میگذارن تا این مسابقات فرمول 1، در این مسابقات فرمول 1 بتونن موفق بشن و بتونن اون مارک اتومبیلشون رو همه جا واقعا بیارن، تبلیغ کنن، مثل مرسدس، مثل فراری یا همین ویلیامز که قراره که جیمی چادویک در شاید در سال آینده در مسابقه های فرمول 1 شرکت بکنه. در همین جا همراه علی کارگردانمون با همه شما بدرود میگم. امیدوارم در سال تازه ما خبرهای بهتری از ایران داشته باشیم برای شما و برای همه کسانی که این برنامه رو میبینند. بدرود.